آقای مازیار جبرانی، کمدین و هنرپیشه مشهور ایرانی آمریکایی که در چند فیلم و شوی تلویزیونی آمریکایی شرکت جسته، در روز یکشنبه 10 ماه آوریل در ساعت 7 بعد از ظهر در تئاتر علایدین واقع در 3013 ساوت ایست مواکی مهمان شهر پورتلند خواهد بود. ماز جبرانی یکی از استنداپ کمدین های موفق آمریکایی ایرانی است که شهرت بین المللی داره. اجازه بدین نظر شما رو به مصاحبه که از طریق کامپیوتر با ایشون انجام داده ایم جلب کنیم. بینندگان عزیز تلویزیون ایران من، همینطور که در مقدمه این برنامه به استحضار شما رسید، ما با یکی از هنرمندان مشهور و محبوب ایرانی آمریکایی مصاحبه ای داریم که تا چند لحظه دیگه از نظر شما خواهد گذشت. در مقدمه این برنامه راجع به آقای مازیار جبرانی که در جامعه آمریکایی به ماز جبرانی شهرت دارن صحبت کردیم و ایشون رو خدمتتون معرفی کردیم. حالا اجازه بدین که با خود ایشون صحبت بکنیم. مازیار جان سلام و به برنامه ایران من خوش آمدید. سلام و مرسی منو دعوت کردین. خیلی خوشحالم که باهاتون هستم و سال نو بهتون تبریک میگم. خیلی ممنون. مازیار جان، من داشتم بیوگرافی تو رو میخوندم و متوجه شدم که تو حدود 6 سالت بود که اومدی به آمریکا، درسته؟ بله بله، 6 سالگی اومدم از آمریکا و تمام فامیل ما رفتیم به شمال کالیفرنیا نزدیکای سان فرانسیسکو، اونجا بزرگ شدم. آها، خب با توجه به اینکه 6 سالت بوده اومدی آمریکا، واقعا خیلی قشنگ فارسی رو صحبت میکنی، به تبریک میگم. مرسی. خب میدونی ما تو خونه با مام بابا و بعد مادر بزرگ پدر بزرگم با هم بودن، اینا مجبور شدیم که ما فارسی رو صحبت کنیم و خوشبختانه فارسیمون رو فعلا نگه داشتیم. قربانت، مرسی. عزیز جان، من میدیدم که تو لیسانس علوم سیاسی رو از آمریکا گرفتی و حتی در برنامه دکترا هم ثبت نام کرده بودی، درسته این؟ درسته، من یو سی برکلی درس میخوندم، اونجا علوم سیاسی لیسانسمو گرفتم و رفتم بعدش به یو سی ال ای که پی اچ دی مو اونجا، دکترام اونجا بگیرم و همون وقته بود که از دیگه از اون برنامه در اومدم و شروع کردم همین کارهای هنرپیشگی و کمدی رو دنبال کنم. ممکنه بگی که چه ارتباطی بین علوم سیاسی و شوهای کمدی هست؟ راستی بخواید برعکسش بود، من از کمدی رفتم به علوم سیاسی چون که من واقعا بچه که بودم از 12 سالگی شروع کردم تو تئاتر بازی کنم تو مدرسه و علاقمند هم تئاتر بودم هم علاقمند ورزش بودم، فوتبال و یعنی فوتبال ایرانی. آها. و امیدم بود که یه روز یا مثلا فوتبالیست بشم یا هنرپیشه و کمدین بشم. اون وقتا ادی مرفی خیلی معروف بود و من اونم برم تو کار کمدی و ساتردی نایت لایو و این برنامه. بعد خب وقتش که اومد که برم به دانشگاه، به ماما بابا که گفتم میخوام هنرپیشگی بخونم و میخوام هنرپیشه بشم، اینا نزدیک بود سکته کنم و هیچ حرف منو قبول نکردن، گفتن که تو باید یا وکیل بشی یا بیزنسمن. خب میدونی معمولا میگه یا وکیل یا دکتر یا مهندس، این سه تا رو ما چویس میدن. درسته. خلاصه هیچی، منم رفتم دنبال همین علوم سیاسی با انتظاری که میخواستم برم بعدش برم به چیز لا سکول و وکیل بشم. بعد همون وسط های کار یهو تصمیم گرفتیم که به جای اینکه وکیل بشیم دلمون میخواد پروفسور بشیم و اون خودش اتفاقا همونونو مادرم قبول نداشت. مادرم به من گفتش که اصلا تو چیز اگر وکیل نشی هیچی نمیشی، یعنی باید پروفسور. هم میگفتش که الان برای پروفسور کار کم هست، پروفسور نشو، پروفسور درآمدش خوب نیست. من گفتم شما اصلا از کجا درآمد پروفسور رو میدونید چیه؟ شما اصلا این حرف رو نمیدونید چیه؟ خودش چی؟ من اقلا برای اینکه یه خورده اینا رو راضی کنم همین و خودم باید خود راضی کنم همین رفتم به پروگرام UCLA و اونا که شروع کردم. اونجا که رفته بودم در لس آنجلس تصمیم گرفتم که حالا که قراره این راه رو بریم تو زندگیمون اقلا سعی کنیم یه خورده هم خوش بگذرونیم. پس تو همون UCLA رفتم توی مدرسه هنرپیشگیشون، رفتم اونجا یه تئاتری بود، برای اون رفتم آدیشن کردم، رولو گرفتم و بعد از یه چند هفته دیدم که واقعا من دلم بخواد تو این قسمت باشم تا اینکه تو علوم سیاسی. پس اونو دیگه ول کردم، اومدم که برم هنرپیشه بشم و اتفاقا بعد دیگه مادرم فکر من دیوونه شدم این وقت.
یعنی واقعا انقدر نگران بود، گفتش که خب اقلا حالا که میخوای از این حرفای دیوونه بازی در بیاری اقلا گفتش یه چیزی یاد بگی که مردم لازم داشته باشن. گفت اقلا برو مکانیک بشو که اگر ماشین مردم میشکنه بتونی اقلا اینو درست کنی، که هنرپیشه کسی لازم نداره دیگه. از وکیل شده بود که به رسیده بود به مکانیک، ولی حالا خوشبختانه دیگه اونم لازم نبود. ماتیار جان اگر قرار بشه که یک دفعه دیگه به دنیا بیای، باز هم بخوای که کار کمدی رو ادامه بدیم؟ نه من 100% میگم، من اتفاقا خیلی وقتا به مادر پدرم میگم که سعی کنیم ببینیم بچه هاتون چی دوست دارن و تو اون رشته تشویقشون بکنید. میدونین ما متاسفانه گفتم ما هنوز از لحاظ فرهنگی فکر میکنیم که بچه‌مون همون یا باید یه دکتر یا وکیل یا مهندس بشه، یه چیزی اسم دار بشه که برای آبرو فامیل خوب باشه و درآمد خودش خوب باشه و براش بخواین. من تجربه که خودم داشتم اینه که خوشحالی از پول درآوردن نمیاد، خوشحالی از کار کردن تو کاری رشته‌ای که دوست دارین از اینجا خوشحالی میاد. و برای من میدونین من اولا که اینو شروع کردم تو یه کار دفتری هم داشتم، تو یه دفتر تبلیغات میرفتم اونجا تو روز کار میکردم، شبا میرفتم استندآپ کمدی توی کلابای مختلف لس آنجلس. و اون وقتا به دوستان میگفتم، گفتم اگر من 10 سال 15 سالم بگذره و موفق نشم، فکر میکنم هنوز این کار رو ادامه میدم، چون که واقعا من این کار رو از ته دل دوست دارم. پس آره مگه من از دوباره میتونستم متولد بشم 100% همین کار رو انجام میدادم. من برنامه زنده شما رو هیچ وقت ندیدم، ولی از طریق کلیپ هایی که در یوتیوب هست و همینطور یه دفعه شما در شو جی لنو شرکت کرده بودی که تو اون رم به هر حال موفق شدم که ببینم، یکی از اکتای جالب مربوط میشه به استریوتایپینگ که البته جزو برنامه های قدیمیت بوده. اگر اجازه بدی ما اون رو اینجا از نظر بینندگان عزیز میگذرانیم و مصاحبه رو دو مرتبه ادامه میدیم. Josh. That'd be the whole new segment, you know. But that's not happening. You know, actually, you know who's breaking stereotypes in the mainstream media right now is Asians. Asians are breaking stereotypes. That's right. Yeah, clap for them. Yes. This is how I figured this one out. I was watching, there was a car commercial, and the drivers of the car in the commercial were Asian. Yeah. That's great, because the stereotype is Asians can't drive. That's the stereotype, right? But this car company was like, no, they can drive. They will drive. They'll drive our cars. That's great, right? I mean, and if you want to read between the lines, you could say the car company was making a racist statement. You know, you could say they were saying, hey, we're a safe car. You know, so safe, even Asians can drive it. But at least Asians were breaking stereotypes in a commercial. Middle Easterners aren't breaking stereotypes, not in commercials, right? You never turn on the TV and see an airline commercial with a Middle Eastern pilot. Right. You never see me standing there going like this, come fly the friendly skies. خب اینم از کلیپی که بینندگان عزیز به هر حال مشاهده کردن. مازیار جان، تماشاچیای تو چه کسانی هستن؟ چه کسانی به تماشای برنامه‌های تو میان؟ ببینید خب خوشبختانه من واقعا از اجتماع ایرانی تشکر میکنم، خیلی از دوستان ایرانی به برنامه من اومدن و واقعا طرفدار من بودن و همیشه که برنامه دارم فکر میکنم معمولا حدودا مثلا 50% ایرانیه و حدود 10% عرب میاد و بعد 40% حدودا کسان مختلف یا باشه آمریکایی سفید پوست یا مثلا بعضی وقتا پاکستانی، هندی. و برای من اینو خیلی دوست دارم، چون من به نظر من بهترین اینه که با همدیگه بخندیم و دوست ندارم وقتی فقط تماشاگرها مردمان یک گروه هستن. پس خوشبختانه خیلی از شهرها که رفتم اینجوری میکس بوده. میدونم که در فیسبوک دوستان ما در همینجا در پورتلند یه صفحه رو درست کردن که طرفداران تو هستن، کسانی که قرار هستش که فردا شب یک شنبه 10 ماه آوریل به تماشای برنامه تو بیان و میبینم که جمع زیادی در اونجا ثبت نام کردن و مطمئن هستم که در هر شهری هم که میری به همین ترتیب خواهد بود. مازیار جان ممکنه بگی که چه کسانی برنامه تو رو می نویسن؟
خودت می‌نویسی یا اینکه کسانی هستن که بهت کمک می‌کنن؟ همه چی خودم می‌نویسم. خب می‌دونید چون که برای من اگه من بخوام یه چیزی روی صحنه اجرا کنم، مهمه که چیزی باشه که از قلب خودم داره میاد، از دل خودم داره میاد، یه اتفاقی به خودم افتاده یا مثلا یه مقاله‌ای که خوندم که برای من یه باعث شده که یه طنزی ازش بنویسم. این برای من خیلی مهمه. اتفاقا شده چند بار دوستان عزیز بعد از برنامه بیان بگن آقا من یه اتفاقی بهم افتاده بود، بذار بهت بگم، تو برو رو صحنه بکن جوک خودت. و بشین من همیشه جواب میدم، میگم من متاسفانه نمیتونم، چون که واقعا من باید تو اجرا کردن یه احساس طبیعی داشته باشم. پس اگر مالی یه کسی دیگه باشه من این احساسو ندارم و تماشاچی میفهمن. پس به خاطر این من تمام جوکام خودم می‌نویسم و به همین دلیل می‌دونید کمدین‌ها معمولاً حدود یه سال طول می‌کشه تا یه مثلا حدود یه ساعت برنامه داشته باشیم و بعد با اون برنامه تور می‌کنیم و وقت می‌خواد که جوکای جدید بنویسیم. و این روزا با یوتیوب خیلی ها خب برنامه تو شاید مثلا شما یوتیوب ببینه و وقتی میاد برنامه زنده فکر کنه که اون مثلا متریال قدیمیه، ولی در واقع متریال جدید هست. من سعی میکنم تا میتونم همیشه متریال جدید بنویسم که اگر دوستان مثلا من بعضی از شهرها مثلا نیویورک یا سان فرانسیسکو تکراری رفتم و دوست دارم که وقتی بعد از یه سال که برگردم دوست دارم حداقل یه 50% متریالم جدید باشه که دوستان عزیز یه چیزای جدیدم ببینن. ولی خب دوستان که در پورتلند میان برنامه در همون الادن تئاتر فردا شب میبینن که این اولین باره که میان به پورتلند و هر کسی که روی اینترنت برنامه رو دیده میبینه که برنامه زنده خیلی فرق داره، چون که من دوست دارم با تماشاگرام صحبت کنم و اون خودش باعث میشه بعضی وقتا که یه متریال جدید همون شب بسازیم که برای من بهترینه و خیلی دوست دارم وقتی این اتفاق میفته. من مطمئن هستم که به هر حال جامعه ایرانی واقعا به تو افتخار میکنه. با تمام دوستانی که من صحبت میکنم تو رو دوست دارن و مطمئن هستم که فردا شب در الادین تئاتر در آدرسی که روی صفحه تلویزیون دوستان عزیز میتونن مشاهده بکنن، دوستان ایرانی زیادی برای تماشای برنامه تو و همچنین برای تشویق تو حضور خواهند داشت. و اگر به اجازه بدی آخرین سوال ازت بکنم و اون این هستش که پیام تو برای اونها که موفق نمیشن فردا به برنامه تو بیان چی هستش؟ والا پیام اینه که متاسفم که نمیتونیم بیان برنامه فردا شب. میدونی من خیلی وقته که از پورتلند دوستان عزیز ایمیل میزنن که کی میای برنامه بذاره، کی میای برنامه بذاره، و خب متاسفانه بعضیا مثلا خب برنامه های دیگه دارم و نمیتونم بیان و واقعا حیفه، چون که دلم میخواد هرچی بیشتر دوستان بتونم بیان شب خوبی خواهد بود. و متاسفانه فکر میکنم که دفعه دیگه برگردم به پورتلند حدودا یه سال و نیم شاید بعضی وقتا دو سال طول میکشه، چون که بعد تو حیف که نیومدید، کاش که میومدید، ولی جاتونو خالی میکنیم. و دوستانی که الان در فکرش هستن که بخوان بیان یا نیان، الان بهشون میگم که بلیط کم هست، پس هر چی زودتر بلیطاتون رو بخرید، بوده خیلی کم مونده. پس اگه در میخواین بیان 100% هر چی زودتر بلیط رو بگیرین، فردا شب میبینیم اتون. خیلی ممنون مازیار جان، امیدوار هستم که به هر حال ما که حتما تو رو میبینیم اونجا. بله. و سایر دوستانی هم که به هر حال به قول خودمون undecided هستن، هنوز تصمیمشون رو نگرفتن، انشالله که فردا موفق بشن که بیان و همگی از برنامه لذت ببریم. مرسی. من میتونم برن وبسایت mazjurbani.com، اونجا لینک هست برای بلیط. خیلی ممنون. انشالله که روز خوبی داشته باشی تا فردا شب که میبینیمت دیگه. خداحافظ. خداحافظ.